بازگشت به دهه 60، زمانی که ایرانی ها منتظر اعلام شماره های این برگه های کوچک بودند و نیمی از عمر خود را در این صفها هدر دادند. آن هم برای خرید روغن و گوشت و صابون کوپونی. نامش را تغییر دادند ولی ماهیتش همان است. ژیره‌بندی کالاهای ضروری با کالابرگ الکترونیکی برای اقشار متوسط و کم درآمد. گروهی که تعدادشان هم کم نیست، 60 میلیون تن از جمعیت 81 میلیونی ایران. اینا دو قشر رو تشکیل میدن. یکی افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارن. یعنی اگه دستمزد 2 میلیون 800 هزار تومان هست، درآمد اینها 1 میلیون تومان، 1500 که دو دهک اینها مدجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند، رزمندگان مؤثر هستند، کسانی که تو بانک اطلاعاتی کمترین درآمدها رو دارن. بقیه هم اقشاری که بین دهکای درآمدی هستند و این افراد. حالا امروز مجلسیان جمع می شوند تا خارج از نوبت طرح کوپن الکترونیکی را نهایی کنند. حدود 20 میلیون نفر کسانی هستند که درآمدهای اونها زیر حداقل حقوقه و درآمدهای پایین تری دارند. اینها رو نسبت به اون متوسط هزینه مواد غذایی به طور کامل دیدیم، اما نسبت به دو سوم دیگر، یعنی حدود 40 میلیون نفر، 50% اون رو در نظر گرفتیم. اولین بار سال 1359 بود که با آغاز جنگ ایران و عراق پای کوپن به ایران باز شد. جنگ، کاهش صادرات نفت و افزایش تورم و کاهش واردات همگی دست به دست هم دادند تا ایرانیان ایستادن و گذاشتن زنبیل در صفهای طولانی را تجربه کنند. 40 سالگی انقلاب، صف مرغ و گوشت منجمد. حالا انگار شرایط به همان دهه بازگشت و دولت مردان ایران دوباره به فکر راهکارهای دوران جنگ افتادند، گرچه خودشان اذعان دارند که در جنگی متفاوتند. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. با تصویب نهایی این طرح دوفوریتی، دولتی که خودش پول ندارد مکلف می شود در 6 ماهه دوم امسال به 60 میلیون ایرانی پول بدهد، پول برای تأمین کالاهای ضروری. ما با کالابرگ تا این لحظه موافق نیستیم، اما دولت با این طرح مخالف است. جنگ میان دولت و مجلس ادامه دارد. آمارها میگوید خط فقر برای خانوار 4 نفره به 10 میلیون تومان رسیده و نیمی از جمعیت کشور در فقر شدید به سر میبرند. حالا باید دید کالابرگ‌های پیشنهادی مجلس مرهمی بر زخم‌های مردم خواهد شد یا تنها گره‌ای تازه بر مشکلات دولت. رویا ملکی، رادیو فردا.